عزیز جان های خداوند ما عیسی مسیح حالتون خوبه؟ آه. خدا رو شکر همطور که مطلع هستین ما هنوز در زمان تاریخی فصل ادونت هستیم خدا رو شکر تموم نشده و من باور دارم که یکی از عواملی که موعظه رو به مسابقه یک پرستش ارتقا میده اینه که زمانهای تاریخی خدا رو نگه داریم بهش توجه کنیم مثل چهار هفته قبل از میلاد عیسی مسیح خداوند چهار هفته قبل از عید قیام چهار هفته قبل از پنتیکاست که این دوران آمادگیه برای کلیسا دورانیه که کلیسا به تفتیش قلبهای خودش میپردازه و این تاریخ ها خیلی مهمه که ما پیگیری کنیم توجه کنیم چون این تاریخ هاست که کلیسا رو شکل میده و به ما یادآوری میکنه که خدا در تاریخ فعالانه عمل کرده چون عمل کرده امروز هم در زندگی های ما در حال عمله آمین که خدا در تاریخ حاضر و ناظر بوده و هست و وقتی ما به عنوان فرزندان نور اثر پای خدا رو در تاریخ پیگیری میکنیم در تاریخ دنبال میکنیم در تاریخ مشاهده میکنیم عزیزان ما رو به یک وحدت روحانی و یک قنای روحانی به عنوان کلیسا میرسونه و یک امنیت و آرامی رو در خداوند به ما میده خدایی که دیروز عمل کرده امروز هم قاطعانه و مسررانه و مشتاقانه عمل خواهد کرد به خصوص تولد عیسی مسیح خداوند که نقطه عطف تاریخ بشریت و مرکز تمامی تعالیم عهد جدیده عزیزان برای همین ما در این ایام قبل از میلاد قلب‌های خودمون رو به حضور خدا میاریم مشغول تفتیش میشیم تا اگه جدارهای آینه های قلب ما کدر شده به قوت روح القدس با توبه و اعتراف بلورین و شفاف بشه تا ما با شایستگی هرچه بیشتر تولد عیسی مسیح خداوند رو جشن بگیریم و با گذشته ای که معدوم شده با تر تازگی در روح با شفا و آزادی وارد سال تازه بشیم آمین با ایمان به این که سالی که گذشت خدا در تمام مراحل زندگی ما سفر زندگی ما بوده و هست و در سالی هم که پیش رو داریم ما روح القدس رو داریم که ما رو همراهی میکنه پدر پسر روح القدس و فرشته های خدا رو که ما رو همراهی میکنن که سال جدید رو که حتما چالش هایی داره جلو ببریم و یکی از پر اهمیت‌ترین ترین عزیزان و بنیادی ترین تعالیم عهد جدید که میتونه گرگاه های نفس و روان و روح ما رو باز کنه اون بستگی های روان ما رو باز کنه بخشش دشمنانمونه و نه تنها بخشیدن بلکه دعای خیر و برکت برای اونهاست و میتونم به جرأت بگم این نبخشیدن بزرگترین بستگی ها رو در زندگی تک تک ما مواب... به ارمغان میاره و باعث میشه که خیلی از مواهب خدا خیلی از فیض فراوان خدا رو جلوشو بگیریم و انگار خدایی که عزیزان متعهدانه و عاشقانه ما رو دوست داره تک تک ما رو در ایسا گلچین کرده دوست داره عاشقانه با چشماش با ریسمون محبتش جذب کرده با دادن حکم بخشش نه فقط بخشش بلکه طلب بخشش از کسانی که حق گردن ما دارن میخواد در روح و روان ما تازگی شفا آرامی و رهایی رو ایجاد کنه باور میکنید ندای حکم بخشش ندای خوشتنین و گاهی سخت حکم بخشش در کلام خدا به سادگی به من و تو میگه که هر قطر هر اندازه که تلخی تو آزردگی تو موجه به نظر بیاد صرفا باعث تباهی روح و روان تو خواهد شد و همینطور روح القدس رو که تو رو مهر کرده برای رهایی رستگاری نهایی نه فقط نجات محسون خواهد کرد هرچند چند هممون میدونیم عزیزان بخششه که عمل کاملا غیر طبیعی برای ماهیت انسانی ماست انسان نمیتونه ببخشه من خودم خیلی زمانها در این زمینه بسیار لنگیدم مخصوصاً زمان‌هایی که بدی دشمنان ما عزیزان میتونم بگم تقریبا روی تمامی جنبه های زندگی ما روی خاندگی ما روی خطاب ما روی خدمت ما حتی روی حس ارزشمندی ما روی اعتماد به نفس ما تاثیر خیلی مخربی میذاره بخشش سختتر میشه و متاسفانه گاهی تلخترین لحظه های زندگیمون رو از افرادی تجربه میکنیم که شیرین ترین لحظات رو خاطرات رو با اونا داشتیم روی اونا حساب کردیم روی اونا سرمایه گذاری کردیم با محبت نیست؟ برای همین واقعا من فکر میکنم هیچ کس مثل داوود در مزمور پنج و پنج آیه دوازده نتونسته این مقوله رو این مطلب رو انقدر زیبا باز کنه چون خودش خیلی در این قسمت صدمه خورد در مزمور پنج و پنج آیه دوازده میگه زیرا دشمن نبود که مرا ملامت میکرد و الا تحمل میکردم خسم من نبود که بر من سربلندی میکرد و الا خود را از او پنهان میکردم بلکه تو بودی تو بودی ای مرد نظیر من ای یار من ای یار خالص من ای دوست صمیمی من ای کسی که با هم گفتگوهای شیرین داشتیم این تو بودی این تو بودی که با, با هم در میان انبوه جماعت در معبد خدا و میخرامیدیم می داره حتی اشاره میکنه به افرادی که ایمان دارن با هم در خانه خدا میرن میرفتن او رو در یک رابطه دوستانه در رابطه که در اعتماد بود پرستش میکردن همه ای ما میدونیم عزیزان هرچه که رابطه نزدیکتر بشه چالش بخشش سختتر و غیر به نظر میاد مخصوصا بخشیدن کسانی که وجدانشون اصلا ناراحت نیست به خاطر بدیایی که به ما کردن اصلا وجدانشون معذب نیست من فکر میکنم اگر آزاردهندههای ما به نشانه توبه تو خاک و خاکستر میافتادن یه کمی راحتتر بود اگر آزاردهنده ما خدا یه جوری حالشون رو جا میاورد یه کمی راحتتر بود که بتونیم اونا رو ببخشیم احساس بخشیدن راحتتر بود نیست ولی عزیزان خداوند، فرمان بخشیدن یک نوع انتخابه و ربطی به احساس من تو نداره حداقل در ابتدا یک تصمیم کاملا آمدان است یعنی از روی عمد تصمیم میگیری مثل عیسی روی صلیب بود نیست تیکه پاره داغون روح روان جسم هیچ کس اون پایین نادم و پشیمان نبود همه هم فکر میکردن اتفاقا انگار دارن کار خوبی میکنن با یه تبسم شریرانه او رو نگاه میکردن و می گفتم مسلوبش کن مسلوبش کن من فکر میکنم حتما عیسی هم عزیزان به عنوان انسان یه ما در فرهنگ ایرانی یادمون میره و کمتر روی الوهیت خداوند روی انسانیت خداوند تعمق میکنیم و بیشتر برامون راحته که بگیم او خدا بود ولی او خدا انسان بود انسان کامل برای همین من حس فکر میکنم و بر این باورم به عنوان یک انسان چقدر بخشیدن برای که او سخت بود برای کسانی که او رو افراد محبت کرد جانش رو برای اونا داد ولی او قاطعانه تصمیم گرفت و فریادی درد آلود که تمامی کائنات رو در بر گرفت ای پدر اینان رو ببخش زیرا نمیدانند که چه میکنند چون گناه تلخی و عدم بخشش بیشتر از اون که فکر کنیم بیشتر از اون که تصورش کنیم هزینه به بار میاره در زندگی ما انقدر آروم تمامیت تو رو تصاحب میکنه که نمیفهمی از کجا خوردی متوجه نمیشی یک دفعه به خودت میای میبینی که مثل پسر گم شده در دیار بعید و کوولو هستی ظاهرا تو کلیسایی روی نیمکتا نیمکت نشستی ولی دور از خانه پدر هستی دور از قلب پر از رحمت پدر هستی بیشتر در بندگی داری زندگی میکنی بندگی عدم بخشش تا پسر بودن فرزند بودن بیشتر در اسیری داری زندگی میکنی تا در اون رهایی و آزادی که خدا برای تو مهیا کرده میخوام یک داستان غیر حقیقی براتون تعریف کنم عزیزان که امیدم این از طریق این داستان این پیام بخشیدن بیشتر برامون باز شه قلبامون نرمتر بشه آمین داستان از این جهت بسیار مفید و سمر بخش هستن از آن که روی سیستم شبکه تصویرسازی ذهن ما تاثیر خیلی خوبی میذارن. کلام خدا هم خیلی سعی کرده که حقایق روحانی رو از طریق داستان ها، سمبول ها، نمیدونم تمثیل ها بیان کنه. مخصوصا بیشتر من من انجیل لوقا رو میگم که بخونین تشویق بشیم، بخونین چون باستابی از یک فرهنگ شرقیه و برای ما ایرانیان وقتی میخونیم بسیار معنوسه بسیار قابل آشناس من فکر میکنم فقط یک ذهن شرقیه که میتونه داستان پردازی های زیبا و اون موضوعات غیر قابل انتظاری که عیسی بیان میکنه بتونه بفهمه پس میخوام داستانی براتون تعریف کنم که مثل داستانهای عیسی مسیح خداوند واقعی نیست ولی میخوام بدونین از هر نوع داستانی برای این نیست که مخاطبین رو سرگرم کنه بلکه از طریق داستانها واقعیت ها میخواد بیان بشه تا تخیل های مثبت که خدا آفریده در ذهن ما در ذهن ما به تحرک واداره آماده این بر شنیدن این داستان؟ نفس عمیق میکشیم این داستان مربوط به یک قبیله بدویه درباره یک پسر جوان که شاید صدها سال پیش در یک قبیله سرخوس زندگی میکرد رسمی بود که اگه پسری میخواد مرد بشه باید از یک کوه بسیار بلند بالا بره پسر قصه ما که 16 سالش بود تصمیم میگیره که مرد بشه برای همین توی یک روز یک پوست حیوانی رو دور خودش میپیچه که وقتی که از کوه بالا میره از سرما در حفاظت قرار بگیره و شروع میکنه به بالا رفتن از این کوه وقتی به اون بالاترین نقطه کوه میرسه یک احساس سرزندگی و حیات بهش دست میده با خودش میگه دیگه حسابی مرد شدم اما عزیزا ناگهان یک مار قولپیکر پیکر رو روی زمین می‌بینه که تعجبش بیشتر میشه وقتی میبینه این مار داره به او حرف میزنه به پسر التماس میکنه میگه ببین منو با خودت بردار تو اون پوستین پشمی خودت گرم و نرم خودت بپیچ منو تا وقتی که منو پایین میاری در اون دره بزار من رها کن زندگی کنم پسر میگه غیر ممکنه این کارو بکنم چون اگه تو رو بردارم تو منو نیش میزنی و من خواهم مرد و مار میگه نه من به تو قول میدم که این کارو نخواهم کرد بالاخره پسر مجبور میشه مارو بر میداره به دور خودش میپیچه و گرمش میکنه وقتی که به پایان راه میرسه به اون پایین کوه میرسه و اون رو رها میکنه آفتابی شروع به درخشیدن داشته که یه گرمای مطبوعی به این مار میخوره و این مار نیش خیلی عمیقی رو به پسر فرو میکنه و پسر بسیار ناراحت و خشبی میشه و میگه که تو به من قول داده بودی که منو نیش نزنی تو به من قول داده بودی عزیزا میخوام خوب گوش کنید مار گفت وقتی منو بلند کردی باید میدونستی که داری چی رو بلند میکنی باید میدونستی که من کی هستم باید میدونستی که من چی هستم از ما خیلی چیزا رو بر مار عدم بخشش مار خشم کینه حسادت خدای نکرده مارهای پرنگرافی وقتی حسلمون سر میره و فکر میکنیم اتیات شاید هست که به ما آسیب نمیزنه ولی متوجه نیستیم که از نظر عاطفی از نظر روحی و روانی سم وارد بدن ما میشه که تمامی ما رو آلوده میکنه و همینطور این سموم بیماری در جسم ما در تن ما میآفرینه در کتاب افسوسیون باب چهار آیه 26 میگه مگذارید خورشید بر قیز شما غروب کند متاسفانه من بارها نه تنها گذاشتم خورشید بر قیز من غروب کرده بلکه روزها و شبها با روح عدم بخشش زندگی کردم متاسفانه میخوام بهتون بگم عزیزان همه ما انسانیم ما صدمه میزنیم و صدمه میخوریم ولی امروز خدا به تو میگه به چی چسبیدی؟ چی رو داری با خودت حمل میکنی؟ امروز روح خدا داره از تو میپرسه چی رو داری با خودت حمل میکنی؟ این دشمن بشریت، این مار قدیمی همطور که به هوا در باغ عدن گفت نخواهی مرد همطور که به پسر گفت نخواهی مرد به تو هم حتما در گوش تو پچ پچ میکنه که گناه عدم بخشش رو حمل کن یه روزی حلش میکنی زمان به اون میخوره این درد سبکتر میشه انکارش کن زمان درستش میکنه ولی تو نمیدونی که این سم در بدن توست و تنها و تنها پادزهر این سم عزیزان فیض عیسی مسیح و حضور خداست عیسی مسیح رفت روی صلیب که حضور خدا رو برای ما بیاره آمین چه بسیار از ما حتی در کلیسا داریم خدمت میکنیم ولی از نظر روحانی لنگ روحانی هستیم لنگ میزنیم به خاطر عدم بخشش از زن روزی ایسا در انجیل یوحنا باب پنج با یک مرد لنگ ملاقات کرد که سی و سال کنار یه حوزی نشسته بود اینطور طور بود اینطور فکر می‌کردن که سال یک بار این حوض تکون می‌خوره آبش و اگه اولین, با اولین نفر خودشو در این حوض بندازه شفا می‌آبه این مرد 38 سال اونجا دراز کشته بود و منتظر بود یکی کمکش کنه اون رو در آب بندازه عیسی از اونجا عبور کرد کلام خدا میگه به او نیک نگریست در ترجمه دیگه خیلی جالبه میگه او رو برانداز کرد او رو در هیچ جای دیگه برای شفا و آزادی اینو نمیگه او رو برانداز کرد و سوال کرد آیا میخواهی شفا بیابی؟ آیا میخواهی؟ چرا عزیزان اینو پرسید؟ چرا؟ چون میدونست انسان میتونه به تاریکی در گناه عادت کنه به خودفریبی عادت کنه که من بخشیدم هیچی تو قلبم نیست اون میدونست که انسان میتونه به عدم بخشش خو کنه او میدونست که انسان حتی میتونه پشت درخت های ترحم به حال خودش قایم بشه وقتی نگاه میکنی از نظر اون بطن داستان رو نگاه میکنی و جمله که عیسی گفته در واقع او فلج نبوده دلسوزی به حال خودش او رو از نظر تصمیم گیری فلج کرده بوده اون نمیتونسته تصمیم بگیره منتظر بودی که سی و سال یکی بیاد او رو هلش بده تو آب و دائما در این سی و سال خودش برای خودش ازاداری میکرده دلش میسوخته و عیسی به سراغ این شخص میره او رو برانداز میکنه آیا میخواهی شفا بیابی؟ آیا واقعا میخواهی؟ مرد علیل میگه سرورم هیچ رو ندارم هیچ کس به من ترحم نمیکنه هیچ کس به من کمک نمیکنه منو در داخل آب بندازه میخوام واقعا عیسی نگفت آخه الهی بمیرم برات الان حال این افرادی که تو رو کمکت نکردن یه جور جا میارم تو رو میندازم رو کولم میبرم خودم میندازم تو آب اصلا نگرانی چی هستی نیست او رو برانداز کرد آیا می خواهی شفا بیابی آیا می خواهی شفا بیابی بله سرورم حالا کسی نیست و عیسی جواب او رو نداد فقط گفت برخیز گیلیم خود رو برداشته و برو که در حال آن مرد شفا یافت و بستر خود را برداشته و رفت از همه ما گیلیم هایی داریم که سالهاست روش دراز کشیدیم گیل، گیلیم های خود دلسوزی گیلیم های مقصر دونستن این اون و خوب میدونه عزیزان خوب میدونه که روان ما چقدر احتیاج به شفا داره روانی که خیلی مستعده که دائما توی چرخی به چرخه و عیسی خوب میدونه که فقط حقیقته که روان ما رو شفا میده چون روان ما جوری خلق شده روان همه ما که از دروغ متنفره و عاشق راستی و حقیقته انسان رو دیدی بعضی اصلا عادت دارن دروغ گفتن شاید جزی از شخصیتشون شده ولی خدای نکنه که یکی بهشون دروغ بگه <تصفح> واقعا درد میکشم به من دروغ گفته میگم <تصفح> قربونت <applause> چرا روان او عاشق حقیقته تنها روان ما سازیزان که با حقیقت علاج پیدا میکنه شفا پیدا میکنه گاهن ایسا باید از این پوسته های سخت جسم با یک کلام سخت عبور کنه تا با اون شخص برخورد کنه به اون هسته مرکزی وجودش تا شفا بیاد روان ما طوری خلق شده عزیزان که فقط با حقیقت شفا پیدا میکنه برای همین عیسی در یوحنا باب هشت انجیل یوحنا آیه 32 میگه حق رو خواهی شناخت حقیقت رو وقتی خواهی شناخت این حقیقته این حقیقتی که به راستی ایوب میگه چقدر سخته وارد میشه این شمشیر دودن و تو رو آزاد میکنه امروز خدا میخواد به تو احسان خدایی کنه برای افرادی که از این سم مهلک درمونده شدن برای افرادی که اعتراف میکنن واقفن که این سم توشون هست عزیزان اولین حرکت به سوی شفا اینه که بدونیم این هست و شفا و آزادی که از بزرگترین اهداف خدا برای نجات ماست به خاطر اینکه زندگی که الحال میکنیم در حال میکنیم عمیقا از گذشته تاثیر میگیره و تو گذشته رو نمیتونی دفنش کنی نمیتونی انکارش کنی نمیتونی نادیدش بگی یه جایی سر میزنه یعنی دنبل بیرون اگر امروز عزیز جان من متوجه شدی که تو خدا نیستی و آجستر از این هستی که روان خودتو شفا بدی و تو نمیتونی واقعا من به این نتیجه رسم که بخشش اینو معجزه است ما با قدرت خودمون نمیتونیم ببخشیم مخصوصا طلب بخشش کنیم خیلی راحته یه جوری بخشیدن راحته میان افراد من بخشیدم یه جوری انگار غرور آدمم هم همجور نمایان میشه ولی طلب بخشش یک فروتنی خاص میخواد عزیزان که فقط خداست میتونه اینو در ما به وجود بیاره اگه امروز میخوایم مثل اون پسر بچه از کوه شناخت خدا بالا بری اگه میخوایم مثل اون پسر بچه مرد خدا زن خدا بشی اگه میخوایم مثل اون پسر بچه وقتی به با اون بالای کوه رسید احساس سرزندگی و حیات سرشار بکنی امروز انتخاب کن فقط انتخاب کن گذشته ای که مثل مار سمی به قلب تو چسبیده گذشته ای که تو مثل یک گلیم به او چسبیدی یه موقع بیرون یه چیزی به ما میچسپه مثل مار یه موقع ما به گلیم‌های خودمون میچسپیم گلیم‌های عدم بخشش امروز روز توست و سوال اینجاست آیا می‌خواهی شفا بیابی نشنیدم آیا می‌خواهی شفا یابی در تمام دوران زندگی خودم رابطه مطلوبی با مادرم نداشتم. به خاطر خاطرات گزنده‌ای که ازش دیده بودم، به خاطر بیمهری هایی که از همون طفولی از زمان بچگی دیده بودم، خیلی روحم روانم عمیقا رنج میکشید. سالهای سال زخمهای عمیقی رو هم میکردم. خاطرات خیلی گزنده‌ای رو مثل اون مار عزیزان با خودم هم می کردم. مثل اون مرد فلج سالیان سال روی گلیمی چسبیده بودم و مادرم مقصر می دونستم و دائما الی بمیرم برای خودم که مادر نداشتم اگه مادر داشتم این کارو می کرد اون کارو می کرد وقتی مسیحی شدم تصمیم گرفتم ببخشم عزیزان بارها و بارها با عشقا در حضور خدا او رو میبخشیدم برکت دادم یه هدیه نفیس برای او گرفتم یه غذای خوشمزه درست کردم او رو بارها به کلیسا میبردم برای اینکه ایمان بیاره ولی نه اون ایمان می آورد نه من اون رهایی و آزادی رو اون حس بخشیدن رو حس میکردم این چرخه بخشیدن این چرخه دعا و هی دور خودم چرخیدن سالهای سال عزیزان طول کشید با اینکه ایماندار بودم یک روز داشتم کلام خدا رو میخوندم کلام خدا رو خیلی خوب میخوندم خیلی عادت داشتم پرستش کنم کلام بخونم ولی در عین حال از یه درد شفا نیافته در عمق وجودم از گذشته حس میکردم که در یک لحظه یک نور تقدیس کننده کلام خدا با ذهن من با قلب من برخورد کرد انگار بعد از سالها که این آیات رو بارها خونده بودم ولی اولین بار بود که تنبیر ذهن داشت به من میبخشید این آیات در اشعیاس من با زبان خودم چون سالهاست گذشته اینجا نوشتم در اشعیا باب 66 آیه 12 و 13 میگه خداوند چنین میگوید همچنین من تو رو مثل کسی که مادرش تسلی میده تسلی میدم من از سینه های تسلی خودم تو رو شفا میدم تو از من خواهی نفشید این منم که سرچشمه حیاتم و در این آیات خدا رو به عنوان مادر از آن معرفی میکنه برای افرادی که آغوش پر مهر مادر رو تجربه نکردن برای افرادی که رو زانوهای پر مهر مادر هیچ وقت پرورده نشدن برای کسانی که تم امنیت و آرامی آغوش مادر رو نچشیدن خدا داره خودش رو جوری معرفی میکنه که لبریز تسلی مادرانه است همیشه او رو پدر خطاب میکن فکر میکنم دیگه از این ماهیت فاصله نمیگیره ولی اونجا مادر بود و تسلی دهنده بسیار در اون روز تنها چیزی که میتونم بگم از در یک جمله انگار حس کردم یک حیات دیگه ای داره در من دیده میشه که ازش بیخبر بودم مثل روز نجات هم که حس میکنم یه انسان مرده داره در من زنده میشه اون روزم هم احساس میکنم یه حیات دیگه ای داره در من جون میگیره که من ازش بیخبرم که این حیات اسمش محبت بود عزیزان حضور پرمهر خدا در اون لحظه در اون اتاق من محبت کرد منو تسلی بخشید وقتی محبت میشی این حیات که اسمش محبته برای اولین بار باعث میشه که چشمای کور تو پاهای لنگ تو خرامان بشه عزیزان اون روز اولین بار بود به جای تمرکز روی خودم به مادرم تمرکز کردم به زخمای او به دردهای یتیمی او به خاطرات گزنده‌ای که از زمان بچگی داشت دختر بچه بسیار زیبا که پدرش در سن نه سالگی فوت کرده و اونو به خونه خواهرش فرستاده بودن که اونجا بزرگ بشه خاطراتی که بارها برای من تعریف کرده و ولی من اصلا غرق در خودم بودم که اصلا توجه نمی کردم. و خدا خیلی واضح با کلام دیگه به من نشون داد من سالها مثل اون فریسی بودم که سنگ رو در دست خودم جمع کرده بودم در قلب خودم و هم میخواستم با اون پرتاب کنم و چیزهایی رو از او دریافت کنم که اون نداشت که به من بده من اون روز در کردم خیلی عمیقا که بارها و بارها او رو مورد داوری قرار داده بودم در اون خودبینی خودم در اون خودکفای خودم در اون خودمهوری خودم فکر میکردم من میتونم و قادرم یه قضاوت درست و صحیح نسبت به او داشته باشم و بیشتر زمانها در فکر خودم احساس بی احترامی نسبت به او داشتم خداوند بسیار واضح در اون روز نشونم داد که بخشش از آن دو روی یک سکه است از یک طرف باید ببخشی از طرفی به خاطر اون تیرچوب هایی که تو چشمت رفته به خاطر قضاوت ها و داوری ها و بی احترامی هایی که به اون کردی طلب بخشش کنی و دائما من گفتم من بخشیدم انقدر قوی بود این کلام انقدر پوستی سخت من عبور کرد و قلب من برخورد کرد که در همون روز با او تماس گرفتم با عشقای ندامت عزیزان دیگه منی وجود نداشت اعتراف کردم از او طلب بخشش کردم در همان روز بعد از سالها تلاش که میخواستم ایمان بیارم او ایمان بیاره با یک قلب ساده با یک روحی مثل یک کودک قلبش رو به ایسای مسیح خداوند سپرد همون روز عزیزم بعد از او یک سال زندگی کرد من نمیدونستم یک سال و فقط خدا برای ده ها سال تو زندگی من جبران کرد در این یک سال رابطه ما انقدر صمیمانه و عالی شده بود که جبران تمام سالهای ملخ خورده بیمهری رو جبران کرد هر هفته ما با هم دعا داشتیم دعای متحد عالی و صمیمانه آیا می خواهی شفا بیابی؟ آیا می خواهی شفا بیابی از جان؟ خدا ما اومده در کلامش میگه تا اسیران رو آزاد کنه درهای زندان در عیسی مسیح خداوند بازه یه موقع ما میشینیم اونجا بازه بیا بیرون خدا میخواد نشینندگان در ظلمت عدم بخشش و قدرت نداشتن از اینکه طلب بخشش کنن به خاطر قضاوت های اشتباه از اون سایه تاریکی عدم بخشش بیرون بیاره و به طرف قلب پرمهر پدر قلب پر مهر مادر مادر آسمانی پدر آسمانی بکشونه از امروز خدا میخواد که تمام اون چک و هایی که علیه کسی جمع کردی پای صلیب بریزی نیست تا رهایی و شفا رو تجربه کنی ما اینجا کاغذ هایی رو آماده کردیم نوشتن کلام مکتوب از خیلی قدرت داره که اونجا نه فقط عدم بخشش اگه بستگی هست اگه مشکلاتی هست بیماری هایی هست هر چیزی که روح القدس نشون میده اینجا بنویسی انتظامات بعدن که این تموم شد دعا کردن به شما اینو منتقل میکنه و کمکتون میکنه عزیزان که با اسم بنویسین اینجا چون وقتی که نمیبخشیم اون جریان حیات و مشارکت محبتانه با روح القدس قطع میشه به جاش ما در لاین شیطان قرار میگیریم شیطان کیه؟ عزیزان شیطان متهم زننده است شیطان یادآوری اشتباهات و بدیهای افراد ذهن خیلی خوبی داره دیدین افراد چقدر باهوشن تو این قسمت سال 1900 نمیدونم چی به من تو در این ساعت این کار کردی نیست و اصلا ذاتش اینه که ماهیتا رابطه ها رو ویران کنه برای همین ذهن خیلی باهوشی داره و تو در اون لاین میری و دائما گفتمان های تکراری خاک عره رو اره میکنی در ذهنت چرا که شیطان از متهم زننده است و به یاد آورنده اشتباهات گذشته است عیسی فرمود من آمدم تا شما حیات بیابین و آن را زیادتر زیادتر حاصل کنید و شیطان دوزده و میاد که شادی شما رو حیات شما رو با عدم بخشش که بزرگترین گرهگاهه در قلب و روان ما بدزده و اولین قدم ازیزان برای این که این قدرت رو دریافت کنی باید برای تو روشن بشه که با قدرت خودت نمیتونی کسی رو ببخشی چه برسه که طلب بخشش کنی چه برسه از افرادی که اونا رو متهم کردی، خرابشون کردی و فکرهای بدخواهی در موردشون کردی، بخوای طلب بخشش کنی. آیا واقعا میخوای شفا یابی؟ آمین. آمیناتون آمین خیلی ضعیفه. آمین. و آمین که به نقطه‌ای برسیم بعد این پیام که از تلاش‌های خودمون خسته بشیم. و به او بگیم خداوند و من نمیتونم ببخشم سالها من تلاش کردم من نمیتونم محبت کنم تلاش خودم رو کنار میذارم ولی با محبت تو تکیه میکنم که درون منه من به این روح حیات بخش که درون منه اعتماد میکنم به این روح حیات به این قانون محبت که در منه میخوام اعتماد کنم آمین چشمای خودمون رو میبندیم عزیزان چند لحظه دعا میکنیم و بعد از دعا از انتظامات خواهش میکنم یا اگر افرادی اینطور پاستور تشخیص دادن که خودشون اگه دلشون میخواد بیان کاغذ اینجا خودکار همین خودکارا رو داشتم در خونه اگه کم اومد از همدیگه بگیریم ای خداوند شکرت میکنم که تو خدای حیات هستی تو سرور سلامتی هستی تو خدای هستی که در زندگی ما خداوند وجود داری هستی مطلقی تو خداوند در عیسی مسیح میخوای که ما حیات رو برگزینیم و ما رو از شر اون درخت نیکو آزاد کنی اون درختی که به آدم و هوا اجازه قضاوت و داوری داد و این رو به نسل بشر منتقل کرد میخوام امروز رو به سمت درخت حیات بدوزیم اون درختی که از او حیات میاد زندگی سرشار میاد رابطه آشتیگونه میاد را سل میاد سلامتی میاد میخوام از این میوه حیات که عیسی مسیح تو هستی برداشت کنیم تا از فراوانی تو فیض بیابیم فیض بخشش فیض طلب بخشش چون توی در ما که قدرت داری تو در صلیب گفتی تمام شد تمام شد خداوند دعا میکنم که کلیسای تو در این قسمت خداوند امروز این مکاشفه رو ببخشی که هیچ کدام ما نمیتونیم انجام بدیم به جز اینکه اعتماد کنیم به تو که درون ما هستی فقط تنها کاری که بکنیم خودمون رو تسلیم تو کنیم به تو بسپاریم و از تو بخوایم و بگیم ای خدا از تلاش های خودمون خسته شدیم میخوایم از این دام مخوف عدم بخشش و قضاوت و داوری آزاد شیم که در این جشن میلاد مسیح در این سال جدید که میخوایم منتقل شیم به سال جدید با روحی آزاد با شفا با آرامی با سول با قدرت روح تو وارد امسال بشیم و من ایمان دارم که خداوند تو هرگز چیزی رو از ما نمیخوای به جز این که قدرت انجامشو به ما خواهی داد دعا میکنم روح القدس بر ذهنهای عزیزانم بتابونی آنجایی که خداوند واقعا در اون وجودشون چیزهایی هست خاطرات گزنده هست از گذشته به خصوص ایام کودکی از کسایی که اصلا انتظار نداشتن افرادی هستن که میگن شبانان ما, ما رو آزار داده خاطراتی از اونا داریم شبانان هستن که میگن اعضایی که جانمون رو براشون دادیم ما رو آزار دادن ای خداوند همیشه همینطور بوده و هست فقط این قانون حیات تو این روح حیات بخش تو روح القدس هر لحظه هر روز برای چندین بار میتونه این قدرت رو به ما بده تا ببخشیم و آزاد بشیم و عبور کنیم از این همه عدم بخشش و این همه تلخی و آزردگی تا با روحی آزاد به خصوص در میلاد مسیح، در روح راستی اونطور که تو سزاواری خداوند اونطور که تو شایسته ای خداوند بیشتر از هر چیزی در اون روح آزاد تو رو بپرستیم و ستایش کنیم خدایی که روی صلیب برای ما آزادی رهایی شفا رو تمام کردی و امروز ما به عنوان کلیسا ستاننده دریافت کننده هستیم چون در نام عیسی مسیح دعا کردیم عزیزان دعوت میکنم که به جلو بیاین این کاغذ ها خود